أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو به من وحی شده است که جمعی از جن به سخنانم گوش فرا داده اند، سپس گفته اند ما قرآن عجیبی شنیده ایم که به راه راست هدایت می کند، پس ما به آن ایمان آورده ایم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نمی دهیم. و اینکه بلند است مقام با عظمت پروردگار ما و او هرگز برای خود همسر و فرزندی انتخاب نکرده است. و اینکه سفیه ما ابلیس درباره خداوند سخنان ناروا می گفت. و اینکه ما گمان می کردیم که انس و جن هرگز بر خدا دروغ نمی بندند. اینکه مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می بردند و آنها سبب افزایش گمراهی و طغیانشان می شدند. اینکه آنها گمان کردند همان گونه که شما گمان می کردید که خداوند هرگز کسی را به نبوت مبعوث نمی کند. و اینکه ما آسمان را جستجو کردیم و همه را پر از محافظان قوی و تیرهای شهاب یافتیم. و اینکه ما پیش از این به استراق سمع در آسمان ها می نشستیم، اما اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند شهابی را در کمین خود می یابد. و اینکه با این اوضاع ما نمی دانیم آیا اراده شری درباره اهل زمین شده یا پروردگارشان خواسته است آنان را هدایت کند. و اینکه در میان ما افرادی صالح و افرادی غیر صالحند و ما گروه های متفاوتی هستیم. و اینکه ما یقین داریم هرگز نمی توانیم بر اراده خداوند در زمین غالب شویم و نمی توانیم از او بگریزیم. و اینکه ما هنگامی که هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم و هر کس به پروردگارش ایمان بیاورد نه از نقصان می ترسد و نه از ظلم. و اینکه گروهی از ما مسلمان و گروهی ظالمند، هر کس اسلام را اختیار کند راه راست را برگزیده است. و اما ظالمان آتشگیره و هیزم دوزخند. و اینکه اگر آنها جن و انس در راه ایمان استقامت ورزند با آب فراوان سیرابشان می کنیم، هدف این است که ما آنها را با این نعمت فراوان بیازماییم. و هر کس از یاد پروردگارش روی گرداند او را به عذاب شدید و فزاینده‌ای گرفتار می سازد. و اینکه مساجد از آن خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید. و اینکه هنگامی که بنده خدا محمد به عبادت برمی خواست و او را می خواند گروهی پیرامون او به شدت ازدحام می کردند. بگو من تنها پروردگارم را می خوانم و هیچ کس را شریک او قرار نمی دهم. بگو من مالک زیان و هدایتی برای شما نیستم. بگو اگر من نیز برخلاف فرمانش رفتار کنم هیچ کس مرا در برابر او حمایت نمی کند و پناهگاهی جز او نمی یابم. تنها وظیفه من ابلاغ از سوی خدا و رساندن رسالات اوست و هر کس نافرمانی خدا و رسولش کند آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن می ماند. این کار شکنی کفار همچنان ادامه می یابد تا آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند، آنگاه می دانند چه کسی یاورش ضعیفتر و جمعیتش کمتر است. گو من نمی دانم
آنچه به شما وعده داده شده نزدیک است یا پروردگارم زمانی برای آن قرار می دهد؟ آنای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد مگر رسولانی که آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر برای آنها قرار می دهد. بداند پیامبرانش رسالتهای پروردگارشان را ابلاغ کرده اند و او به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و همه چیز را احصا کرده است.